اللهم صل على محمد و آل محمد و عزو الله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله از به احترام خدمت شما تبریک میلاد پر از خیر و برکت امام حسن مشتبه خدمت شما عزیزان ما خود محدودیت زمان داریم چون نمیتونیم یا الله مثلا دیگه است انا ست چنده؟ فیکس نمونیمه؟ نه نه سی و پنجامه دیگه حتما اینجا را بیفتیم خاطر همون سری و شروع کنم بدون مقدمه ما شبهای گذشته راجبش جنو دقل و جهت صحبت کردیم بقیه اینا ما پنج شب تهران باز مراسم داریم پنج شب آخر ماه مبارک اونجا صحبت می‌کنم روی همین کانال محسس مساف میذاریم این رو گوش کن. اونایی هم که امسال مثلا برای اولین بار بودیم این رو میشنیدن برن سالای قبلی رو هم گوش کنن این صفات کنار هم خیلی خوبه یعنی خیلی ها تغییر داده چقدر آدم با من تماس گرفتن فلان گناه ها فلان عادت بد و فلان اخلاق بد و از ترک سیگار گرفته ما تماس گرفتن ترک گناهان کبیره بود احترام به پدر مادر از این طرف جا افتاده براشون یعنی میخوام بگم الحمدلله به خدا حرف ما نیست روایت معصوم رو داریم میخونیم به گوش مردم میرسونیم خوبه حالا شما که وصل نده کتاب بخونید لاقل صوتیشو گوش کنید با مثال ساده امشب یه خورده راجبه مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حوضا مملکت یک کم صحبت بکنیم و هم یه خورده به قولی به روز بشین می سری اطلاعاتو چون تو سوالاتتون هم بود من اینجا پیاده میشدم به قولی از سن میرفتم پایین خیلی سوال میپرسیدید با هم یکی نکات رو عرض بکنم به این مهمترین مسئله اینه که ما وقتی انقلاب میکنیم برخورد غیر ایرانی ها با ما یکسان نیست یعنی خب یه بلوک شرق داریم یه جور به ما نگاه میکنه بلوک غرب یه جور نگاه میکنه با اونش کار نداره خود بلوک غرب هم کشوری که جزء بلوک غرب تعریف میشدن برخوردش ما یکسان نبوده یعنی درست خیلی جاها اونا با هم اشتراک دارن بعضی جاها با هم اختلاف نظر دارن همینطور اروپا و آمریکا هم اختلاف نظراتی دارن ما تو زور اروپا با آمریکا نمیرس. خب یه جای کوتاه میاد کرنش میکنه یه بده بستونایی دارن تو برخورد با ایران هم همین جوری بوده من اینکه که میگفتم با مذاکرات موافق بودم به خاطر اینه ای که میگم حرف زدن که ضرر نداره اون تا به واسطه اون حرف چه اتفاق میفته آره را رفتن که ضرر نداره خب این را میره کجا میخوای بری ببین اینه یه موقع مثلا صرف هدف اینه که بریم حرف بزنیم او که چی مثلا یه قبه ایران داشته که نه توی آمریکا به رسمت نمیشناسم مثلا لفظی ها نه که رسمت شناختنه مثل رژیم سعیونیسی که رسمت نمیشناسیم بعد خب این قبه شکسته شد بکر بودن دست بین رفت صرف حرف زدن که مهم نیست حالا حرف میزنیم بعدا یه حرف دیگه باز قهر میکن این نیست ما میگفتیم هدف چی؟ هدف این بود که گفتیم آقا ایران ایران اول انقلاب نیست که تمام دغدغش دق این بود که داخل مملکت رو فقط آروم کنه کلی منافقا ترور انجام داد جون مسئولینش نمیتونه سفس کنه استاناش داشتن جدا میشدن تجزیه میشدن شما یه سری شلوغی هایی که مثل مثلا مثلا نمیدونم 78 تا 88 و اینا شده و یا مثلا دی 96 و اینا اینا رو اصلا محلی توجه نداره چون چیز که اول انقلاب اتفاق افتاده بوده مسلعانه وحشان احشان هزار تا آدم کشته شده 18 هزار تا فقط از ما رو کشتن اونا. هشتادهش یه ندا آقا سلطان رو چقدر سر صدا کرد هیچده هزار تا آدم کشتن شما یه جایی نگاه میکنید چون عینی نیست این ماجره برد یه شروعی داد میبینید توی خیابون مثلا میترسی اما اون کسی که مسئولیت داشته توی مملکت چهل سال این دادا زیاد دیده اون سال آخره اواخر ده افتاد اواله هشتاد بود مشهد شلوخ شد همراه با اسلام شهر و اینجور جا چند جای دیگه بودیم هر بود اشتباه نکنم شلوغ شلوخ شد اتفاقی افت... اتفاقاتی افتاد تا همین مشهد که شما باورتون نمیشه من هنوز عبا دارم پشت میکروفون بگم حتی نظامش نمیپردازه که اگه همون اتفاق الان بیفته میگید واقعا تموم کار پس این نیست نظام تونست خودش رو جمع بکنه حالا دیگه توی من قدرتی رسید اونا اومدن چپ و گرفتن بزنن نتونستن ایران تو عراق قدرت پیدا کرد اینا دیگه از سر موضع ضعف اومدن مذاکره تقاضای مذاکره هم آمریکا داد تقاضای مذاکره چی آمریکا داد ما تقاضای مذاکره ندادیم ما اوباما نامه نوشت به رهبری که خیلی دیدی با عنوان نامه فدایت شوم ازشون یاد شد خب که حالا خیلی دست پایین آقا بیاد مشکلاتو بذاریم کنار مثلا روابط تشکیلی همچین چیزی حالا باید این نامه کامل منتشر بشه ببینیم چی بوده خب در موقع صلاح هست اینو که سری ملاحظات امنیتی و غیره هست بعضا میبینید مدتی میگذره بعد اما نحوه این مذاکرات مذاکره درستی نبود یعنی ما قشنگ مملکت رفتیم تسلیم کردیم الان آمریکا شرطی شده میگه من یه بار به این فشار آوردم اومده یه طرفه دار نداره داده خب یه بار دیگه هم فشار میرم من اکشته دو میگم بابا الان دوازده تا شرط پومپه او که دوازده تا شرط داشتی الان الان ترامپ خورده ادول کرده میگه فقط همین بحث هسته ای خیال ما راحت کنید با متوم در آینده دورم نمیخواد نمیخواید داشته باشید میگه ما می که نمیخوایم بریم نه این نیست یه بخش اتفاق افتاده سپاه زدن تموم شد اونا تصورش اینه که الان سپاه نابود کردن با تروریست اعلام کردنش و این پالسی بوده که از داخل فرستاده شده آقا جان همین چند وقت پیش یکی از این برنامه های اینترنتی گفتگوی شده به رابطه با رابطه دولت خاتمی و آمریکا با رابطه دولت خاتمی و آمریکا که تو آمریکا استاد دانشگاهیه من الان صوتشو میدم بزن رو کانال گوش بکنید چی داره میگه میگه آقا اواخر دولت احمدی نژاد بود از داخل ایران با همکاری یه سری از ایرانی های حقوق بگیر جمهوری اسلامی او داره میگه و جواب بده انا به وزارت خارجه بیاد پاسو وزارت خارجه گفته من شایسته پاسخ دادن نمیبینم نه بیا تکذیب کن شایسته پاسخ دادن نمیبینم یعنی راست هم. میتونه راستم باشه اما من جواب نمیدم وقتی تکذیب نمیکنی یعنی چی میگه که اتفاقات افتاد و اینا میرفتن جلسه میذاشتن با امریکایی که امریکا بیا ما رو تحریم کن خدا شاهده یعنی میگفتن بیا ما رو ایران رو تحریم کن من تحریم های چی؟ اسمارت هوشمند تحریم های هوشمند انجام بده در مورد ایران که تو این تحریم ها فقط جاهای خاصی بخوره بعضی از اینها اعضای نایاک تو همین صوت مدعی میشن این آقایون ادعا شده که آقای ظریف و اینان گذار نایاک بوده مثلا تیرتو پارسی رو این حمایت میگه تیرتو پارسی بدون او یه لیوان آب نمیخورده بدون مشاوره با او اینا رو بردن تو کنگره آمریکا شهادت دادن که ایران باید تحریم بشه و تحریم های حوشمند چند وقت قبلترش هم باز شما خبری داشتید که نیکانگ کوسر کاریکاتوریست ضد انقلاب اون طرف خیلی هم تند کاریکاتور میکشه تیرم تند توهین میکنه به مسئولین و برخی از مسئول مذهبی ایشون گفتش که مهدی هاشمی اومده بود پیام میرستاد برای ما که گفتم من دارم میرم واشنگتن گفت داری میری خب بهشون خبر بده بود خوبه همین دست فرمون برید تحریما رو بیشتر کنید یعنی پالس از داخل هدف از این تحریم ها چی بود؟ که نقطه دوم قدرت این هسته اید باز شد مشت دوم چی بود؟ موشکی برای این چند تا برنامه ریخته بودن یه این اینجا مفصل صحبت کردم یادم هست خب یکیش این بود که آقا ما و طریق همین شبکه محیط زیستی ها اینا بریم جای شهرکای موشکیشون کجاست که این به حمد الله با لطف خدا خورد الان خیلی دست و پا میزنن جاسوسای موزیسی رو آزاد کنن دارن فشار میارن شدیدن دوم یه سری بحث بودجه پیش بیاد یه بودجه ها کاش بده کنه موشک نتونن بسازن سوم یه سری فریب اطلاعاتی بدیم ایرانی اگه خریدهایی دارن از خارج خریدهای هدفمندی باشه قطعات ایراددار و مشکل دار بهشون بدیم چهارم همونجوری که هسته ای رو گذاشیم جلو معیشت مردم و هسته ای رو از اینا گرفتیم یه نفر موشک رو میذاریم جلو معیشت مردم میگه مردم یا ارزونی یا موشک همون جوری که اینا گفتن چرخه هستی به چرخه هم چرخ صنعت که هیچ کدومش نچرخید دفعه دوم هم همین بشه موشک های اینا رو بگیریم درست شد و نکته دیگه موشک یعنی چی؟ میگه موشک یعنی سپاه خب برای که شما موشک رو بزنی باید قبلش چی بزنی؟ سپاه بزنیم خب سپاه بزنیم این تو دستور کار برای گرفت سپاه چجوری میتونیم بزنیم تون که شما مسلط ما رو از منطقه تو عراق و سوریه انداخته بیرون از داعش دیگه ما وحشت نکتر میخواییم بیایم با یه تکون کوچولو فقط بخش نیرو قدسش یه بخشش درگیر شده ما رو جمع مون کرده همه توان سپاه که نرفته نه باید یک سازوکاری پیش برین اول اینا به لحاظ مالی تضعیف بشن نه این بحث چی شد؟ تروریست اعلام شدن سپاه که آقا هر بانک شما اگه با سپاه کار کرده باشه کسی با سپاه کار کرده باشه من تروریست میشناسمش تروریست دیگه یک ببین شما وقتی از با کشور داری می جنگی سر قواعد و, و قوانین جهانی رو باید رعایت کنی اسیرو نمیتونه هر جوری خواستش برخورد کنی نمیدونم پر. تروریست اصلاش فرق میکنه و اینو گفتم ما موشک ازم و, و هیچ بعید ندونید که این بخشم باز با هماهنگی از داخل سایفر فرستاده شد برای اونا این که اونا دقیق مثلا کدوم شرکت سپاهو تحریم میکردن و نمیدونم فلان اینا اینا علکی که نیستش که و آرام آرام ایران ضعیف بشه رژیم صهیونیستی هم کشور بالای 20 میلیون دکتری نمیاد ملیشه کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه تحمل نمیکنه میگن بعد بالکانیزه کرد اصطلاحا یعنی بعد خاورمیانه تجزیه بشه به کشورهای در 20 میلیونی یه جنگای زیادی را به نزید. کلی کشته بشن در اثر این جنگ‌ها یه دی کشته شدن یه دی مهاجرت میکنن مهاجرت که میکنن نخبه‌هاشون نخبه‌هاشون رو شکار می‌کنیم ببین اونا بحران های جمعیتی دارن دیگه الان آلمان بحران جمعیتی داره کم بوده نیروی کار داره میگه نخبه هاشون رو شناسایی میکنیم بعد یه ده دیگه هم موندن تو همون مملکت اینام چی؟ تیکه تیکه آزرباجانی کشور خوزستان با یه جدیگه یه کشور نمیدونم خو... ترکه... کردستان و اینطور وقتی تیکه تیکه کردیم کشورها های شکل میگیره که برخیش نجادی مثل کردستان و برخیش مذهبیان مثل اعراب شیعه یه کشور دیگه باز کنارش میشه اعراب سنی توی همچین شرایطی وقتی شیعه برای خودش کشور داره سنی برای خودش داره یهودی به عنوان دین کشور نداشته باشه چرا دو وقتی به عنوان نژاد کوردا برای خودشون کشور داشته باشن ترکا برای خودشون داشته باشن عربا داشته باشن یهودی این دفعه به ما گفتیم لامصب تف... تکلیف ما هم روشن نمی‌کنه تکلیف خودشون هم روشن نیست که بالاخره یهودیت دینه یا نژاده چون هر دوه هر دوه و هیچ کدوم نیست چیز عجیب غریبیه خدمت شما عرض بکنم که خب ما یهودی ها با من یه نجات کشور نداشته باشیم ببین اینا در چهار صد با ما مشکل دارن اول امپراتوری ایران کشور پر جمعیت افتاده شد میلیونی تو همین شکل با ترکیه هم مشکل دارن با مصر هم مشکل دارن و همیشه اینا رو عقب میندازن درگیر نگه میدارن بیچاره میکنن مرحله دوم با اسلام ویژه تر مشکل دارن یعنی ایران زرتشتی بود یا مثلا مسلمان مسلمان بیشتر باز توی اسلام با تشیع بیشتر مشکل دارن چون اونا که امام حسین ندارن امام حسینی که اینجوری از قیام در بیاد شما نگاه کنید عمدتا قیام ها مال شیعه است چون امام حسین داره حزب الله پدر اینا رو در برده برادران اهل سنت ما مثلا تاثیر میکنن جهاد دارن فلان اما خب تعارف نداریم دیگه امام حسین چیز دیگه است این سطح سوم در تشیع سطح چهارم شیعه سیاسی یعنی چی یه نه هر تشیع امام حسینی تشیع امام حسینی که میگه امام حسین قیام کنه منم قیام میکنم امام حسین با حرمله و یزید جنگیده منم حرمله و یزیدای زمان خودم پیدا میکنم مثل لا و بایه مثله یکی مثل من با یکی مثل بیعت بیعت و معامله ای نداره با یزید الان یزید الان تو بشناس و باش به جنگ این نکته چهارم حالا یه سوال هر این چهارتا رو بخواد جمع بکنیم میشه کجا ایران ویژه <applause> برای ما دشمن کلیدی اینا هم اینا فقط به تجزیه ما دارن فکر میکنن به جنگ داخلی دارن فکر میکنن یعنی این مسیری که اینا پیش گرفتن مسیر حد یقف نداره که بگی اینجا دیگه وایسا دیگه نه بعد این دیگه تموم نه ابدایی نیست تجزیه جنگ داخلی بحران های جمعیتی بحران های تغذیه‌ای دعوای قومی قبیله‌ای مذهبی شیعه سنی بنزی بجام ترک و فارس بنزی بجام الان شما رگاهاشو میبینید دیگه چطور دارن تحریک میکنن سر یه تیم فوتبال چه اتفاقاتی میفته چه شعارهایی داده میشه این تا اینجای ماجرا یعنی هدف اونایی یعنی من تو عمرم همچین دشمنی تو تاریخ ندیدم با کشور اینا یه جا همه با هم اینو بگذارید که کنار یک حجمه سنگین فرهنگی رسانه داره صورت میکرد باور کردن این حجمه شما وقتی مردم من بهش میگم استراتژی شوبده بازان شوبده باز وقتی دست راستیش داره تکون میده خیلی هم اگزاجره و تو چشم دید دستاشو مثلا انگوششون عادی باز نمیکنه اینجوری اینجوری باز میکنه که حواست رو پرت کنه با این یکی دست چپشو نیکاری کنه وقتی اگزاجره تو حوزه معیشت و امنیت و سیاست داره کنش انجام میده آمریکا و صهیونیستا بدون با دست دیگه شون تو وجه فرنگی اجتماعی دارن کار دیگه میکنن پیرو من سخنرانی من واسه خودتون خدا شاهده خیلی از منو شنیدن گفتم تو همین دولت سرلوخ میکنن چون الان می مثلا چی میشه شما الان فرض بکنید یه نفر الان سرلوخ کرده بخوای بروش برخورد کنی چی میگن فساد مملکت رو گرفته به جان که برن و مفسده رو بگیرن دارن میرن سراغه بعد شما میرن همه این بهایی ها سر خط شدن بسیاری از این کسایی که تو این شکستن قوبه های فرهنگی و دینی پیشگام شدن بهایی دستور رسید از بیت العدل براشون میگه اگه اینا دستگیر بشن سازمان ملل فشار بیاره دستگیر نشن قب شکسته شده ببین الان همینه دیگه اینا رو مینازن جلو یه سه سلبریتی ها رو مینازن جلو میگن شما خطوط قرمز اینو حمله کنید اولا حواسشون رو پرت میکنه از جبهه دیگه نفرد دو من دو راه بیشتر ندارن یک جواب بدن دو جواب ندن دیگه جلو سوم که نداره که اگر جواب بدن دو قطبی رو اینجا ساختن حواسا همه میاد اینجا بعد ما اون موقع میگیم بسم الله بیا دزدا و خاوریا و فلان اینا گیر دادن به چهار لخمه این دختره شما نگاه کنه همزمان با اینکه آمریکا اعلام میکنه که دیگه از شما آب سنگین از شما نمیخریم یا ای کل مدارس کشور از این ورمش نه کل مدارس بخش از مدارس هماهنگ شده یا ایشون که آین خونده چرا چهار روز قبلش نبود چرا بعدش برای چی هماهنگ شده است بیا حواسا بیاد این طرف بعد اینجا بیا وارد شو نمیتونی وارد شی اگر جواب ندن خب خیلی خوبه ما خط سنگر رو یه مرحله بردیم جلوتر قبلا اینا خط قرمزشون این بود که مثلا چه میدونم کسی مثلا علیه فلان عالم دینی حرف نزنه خب اینو تثبیت کردیم فوشم میدیم حالا میریم سراغ اهل بیتشون خط بعدی اونه در مقابل چون این جنگی باید شما نیروهای مح... آقا قرار نیستش که وقتی شما دشمن هم حمله زمینی داره میکنه هم حمله هوایی همه برن رو زمین به جنگه درسته یه دی بعد باشن چی پدافند هوایی باشن پدافند هوایی با موشکای ضد هوایی آدم نمیزنه حال یکی از دلایل محکم و عمده حمله اینها به بنده شما دیدید که تمسخر تحقیر توهین اینا هیچ استدلالی ندارن هیچ استدلالی ندارن فقط توهین و تمسخر رو تختی میکنه همین چند وقت پیش من یه خاطری نقل کردم از چند تا از رزمندامون که زمان جنگ موشکای تا و موشکای مالیوتکا رو وقتی شلیک میشد اینا سیم دارن از رو سرشون که رد می‌شد سیمش آویزونه دیگه اینا با بیل میزنن سیمو قطع میکنن قطع که می‌کردن دیگه نمیتونست کنترلش کنه خب ما مقابلون نداشتیم این به عقل اینا رسیده بود من همین رو دارم صحبت میکرم. میگم گفتم بعد نوشتن رایفی پور که زمان جنگ مثلا چقدر سال سلش بوده با بیل رفتن جنگ ببین خب اینا حالا این بیشعورن دیگه اینا یه تحقیق هم نکنه چون تا رزمنده نپرسیدن مثلا هست اینا یادمان داره الان میری تو مناطق راهیان نو تابلوشو زدن تابلو هست زدن یه دونه بیل گذاشتن که ناش میگه میدونستید یه سری ابتکارا انجام ندادن مثلا مین روب ما نداشتیم انقدر چیکار میکردن همین بومقلتونا هست میبستن از دور به یه ای چیزی اینجا قلقل می میرفت روی اینا منفجر شد صاف باز میکن را باز میکن به عقلش آقا شبا ما خیلی وقتا حمله می کردیم از اصل قافلگیر است شب حمله کردن خیلی سخته یه آتیش سیگار از چند کیلومتر دیده میشه یه لاستیک توی شهر می تره که تو شب همه می صدا صداشو اما در طول روز نه صدا زیاده تو شب میخواستن خاک چون تو روز میدیدن اینا تو شب میخواستن خاکریز بزنن چیکار باید میکنن بشگاه خالی رو برمی‌داشتن با لوله میزدن بهش یک سر صدای درست میگن که صدای کار کردن بولدزارا تو شب دیده شنیده نش سر شب شروع میکنه خاکریز میرسون تا 12 شب غروب شده هوا دیگه نبود 12 شب حمله رو شروع میکردن اونا گفت ای یه خاکریز جلوشون یهو اینا با باورشون نمیشه ما یه روزی از بومقلتون و دست بیل و بشکه رسیدیم به موشکای های نقطه زن الان بفهمید که الان که بحث ما اون نیستش خب این همه حجمه برای چیه برای اینکه من اینا رصد میکنم اینا یه برجه که نگهبانی دارم اطلاع میدم به مردم تو حوزه های مختلف هم بینم اقتصادی دارن این کارو میکنن و فرهنگی دارن این کارو میکنن سیاسی امنیتی داخلی امنیتی خارج چند ساله من دارم میگم اینا میخوان عربستان و کشور عربی من بنازن به جنو ما تو همین تو همینجا چقدر سخن رو تو همین سال من میبینید چقدر قشنگ دارم به همون شما فکر مثلا انفجار فجیره مثلا کار ماست نه این فجام مشکوکه چند شب پیش هم گفتم سامن خواهد آتیش جنگ رو بندازن اینا دارن فضا رو خب این بعد چی... تمام حرفشونه که تو چرا تو زمین های مختلف نمیگی؟ می به تو چه چرا میگم ببین حرف درست یا غلطه اصلا من رفتم یه نفر یاد گرفتم دارم میگم تو نقل و قول نمی کنی؟ تو احمق و یعنی نه احمق نیستن مردم احمق فرض کردن چون پاسخ ندارن میان اینجوری میگن ولی بله, بله این نفر من تا آمدم یه سخنرانی کردم بنده که آقا اینا دارن کشورم به لحاظ امنیتی به لحاظ امنیتی امنیت خارجی میخوان شبیه سوریه کنن به لحاظ اقتصادی ونزوئلا دارن همه ترهاشون یه جا بیاده میکنن تا گفتم سوریه کردن ایران چی؟ آمد نیوز از فردم پست میرفت من کفوشاد سخنرانی کردم فردش ببینه آقا نگران نباشید ایران سوریه نمیشه ها اصلا چرا؟ چون همین مردم میترسوند و واقعیت نش... آشناشون میکرد که اینا یه وقت درگی... درگیری خودشون دیگه جدید برای مملکت به وجود نهیرن این توضعی فرهنگی اجتماعی حجمات طبیعیه صاحب شما میروند توی فلان آهنگ داشتن میخونن توی شهری عمدن یه اتفاقی افتاده اصلا پروژه است اینجا دختره گرفته شده به خاطر حجاب این ماجرا دستگیر شده بعد یه سر از کانادا در آورده رفته تو پارلمان کانادا تو مجلس کانادا شهادت داده که به ایران باید حمله نظامی بشه مسیح علی نجات میاد علم حجاب برمی داره بعد همین آدم یوهی سر از کنار کی در میره امسال پومپئو وزیر جنگ اینا افسرای اطلاعاتی آمریکان منتها شما چیکار باید بکنید که تو این جامعه بگیری گفتم بخش عقیدتی و اجتماعی که حوزه جوانانه چرا چون ازدواج مشکل داره مسائل جنسی مشکله فشار داره به اینا میاد میگه بابا حالا ما یه نگاهی هم داریم میکنیم میگن همینم هم نگاه نکن اینا اینو دارن میبینن دیگه این فضا رو دارم تو اقتصادی اینو خبرتون خوب باز کنم مطلب خوب دقت کنید چون سواد اقتصادی مردم و پایین اینجا کلا سرشو میره تو از اقتصادی این سال 88 میخوام راست و حسینی بشیم دو تا چهار تا کنیم حرف بزنیم گرم یعنی شد ما این کتونی سلامات بفرستید در بیرون تو از اخت... این سال 88 حرف چی بود سال 88 حرف این بود که آقا احمدی نژاد دیگه میشه؟ همین بود با دلیل بی دلیل به هر چیزی چی این باید باشه یا ما میبریم یا اگه باختیم بازی خراب ما بازی هم خراب کردن از غذا جریانی بازی خراب کرد که خوب شما بدونید از ابتدای انقلاب این آدم این جریان معروفه به ضد آمریکایی بودن و همیشه هر بار خواسته مذاکراتی با آمریکا شک بگیره همینا خراب کردن خب تو سفارت که رفتن ریختن همینا بودن جریان چپ بود بعد از حمله آمریکا به عراق و جنگ عراق و آمریکا جنگ اول خلیج فارس اومده بودن به ما میگفتن تا دیروز ششیم با صدام میجنگیدیم گفتن بیاد با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم یعنی این قصد دا آمریکایی تا س... یک سال قبل از آمدن خاتمی مجله اینا داشتن به اسم اسرما همین تاجزاده و بهزاد نبوی اینا اونجا چند شماره محکم که تنها راه برخورد با آمریکا مواجهه با آمریکا تعامل با آمریکا فقط زدن آمریکاست <applause> به یک بار خاتمی ما سر کار یهو بابا تو دیگه به خودت استکان جو سرد و کنی ترک میخوره نه همیشه معروف بودن به خراب کردن بارها شما بدونید اونا پیغام فرستادن آمریکایی‌ها مثلا تو یه جایی ما دنبال جنگ نبودیم که منتها حرف رو ما میدونید چه میگیم آمریکایی که تحت سلطه سهیونیزمه بعیده بتونه خودش از این سلطه در بیاره من عین حرفم هم. گفتم من با مذاکرات با آمریکا موافقم منتها روابط بخواد درست بشه بعید اسرائیل بذاره چون اسرائیل هم اینجا آدم داره هم اونجا اونجا بیشتر اینجا کمتر یه کاری میکنن خراب میکنن که من ماجرای مثل میکونوس ماجرای مثل قتل زنجیره ماجر اینا اتفاقاتی میدونم که فقط میخواست روابط ما رو با دنیا خراب کنه آلمان میخواست ما رابطه برقرار کنه میکونوس اتفاق میفتد اصلا بابا اینا پیغام میفرستن برای یه سری از افراد تو اونجا که آقا شما مادلین آلبرایت و وزیر امور خارجه اینا راضی کن یه از از ایران بکنه باید کاری که کرده ما روابط عادی میکنیم نه خوب عادی میگن چی یعنی مثلا روابط خوب با ما مثل ما عراق روابط عادی مثلا روابطی که ما الان داریم مثلا چون با مغولستان نه خوبیم نه بدیم اون رو میبینیم هوا... اون حواسش هست ما هم حواسم هست متوجه چی میگم اینجوری روابط عادی بکنیم ببینید کیا نذاشت فضا تو این شکل هیچ وقت اینا نذاشتن چرا چون این جریان به لحاظ فکری به تمام امنیت کشور غیرت کشور دار و نداره کشور فقط سیاسی و انتخاباتی نگاه میکنه فقط براشون مهم رأی بیارن اصلا با هیچی دیگه کار ندارن بابا شما برید اینو من خودم برید سرچ کنید تو رو خدا اینا بین آی زریف دور اولی که زمان خاتمی مذاکرات هسته بود همین روحانی جای ظریف مذاکره انجام میداد ظریف هم که از آد... مثلا عراقچی اون موقع بود داشتم مذاکره صوت اینو من so, دارم بلند حرف میزنن انگلیسی شنیده میشه زیر فارسی کردن کسی انگلیسی بردن من گوش کنن به الورادی رئیس آژانس اتمی رو میکشه کنار ظریف میگه ببین ما این مذاکرات بعد پیش ببریم وگرنه دیگه دوره بعد رنگ نمیاریم تو ایرانا یعنی اصلا نگاهشون به همه چی رای آوردن بوده حرف رابطه هم اینها با امریکایی بوده میگه منو هفت سال سنگ قلاب کردن گفتم بیا ایران دستگیرت میکنیم میگفت دولت اینا عوض شد دولت احمدی نژاد شد احمدی نژاد سفر اومد خارج گفتم ش... گفت آقا چرا چرا شما ایران نمیاد گفتم خب به من گفتن که بیا من تو شما رو میگفتم چی میخواد بگیرادت گفت من اومدم ایران سه چهار تا از معاونای وزارت اطلاعات و مسئولین شما دادن جلسه گذاشتن تو هتل خیلی خوب برخورد کردن گفتن حرفاتونو میشنویم فلان فلان هفت سال ما رو سر کار گذاشته بودن چرا؟ چون اگر این آدم کارش پیش می رفت اینا این به زحمت میخوردن او میخواد همیشه یک سری روابط رو کنه برای ارتباط برای رعی آوردن ببخش الان شما مثلا فکر کردید از نظر من که اینطوری نیست من نظر شخصی خودم میگم به نظر بنده ای نیست که آی روحانی دنبال رفع هست روش برای چه رفع هست کنه؟ برای خوش رقیب بتراشه؟ خودش الان خواسته یا نخواسته اینا مجبورن تحت لوا و پرچم این کار پیش ببرن دیگه هرچند قرقرم میکنن بعضن بیاد یه کروبی یا موسوی در بیاره که اونا بشن مثلا لیدر این جریان می این کارو کنه. <تصفح> کنه من کارم نمیکنه من نکرده اما با این شعار بگید رأی اینا رو گرفت نمیشکن کرد الان آقای تاجزاده مسابقه کرده با همشهری خبرنگار همشری ازش میپرسه که آیا تاج شما با این نماینده مجلسایی که آوردید لیست دادید آوردید بعد این بلا رو سر مملکت آوردن امید دارید تو آینده دوباره شما رأی بدن چی جواب میده میگه مردم به گذشته رأی نمیدن به آینده رأی میدن یعنی نگران نباش ما خوب بلدیم دوباره چیزایی بگیم اینا رو دوباره یه دو قطبی درست کنیم چی این اینستاگرام فیلتر بشه یا نشود کل دعوا میاد اینجا و اون کسی که میگه نشود میشه قهرمان همینه چی فکر کردید از نظر من که توییتر باید فیلتر باشد که فیلتر نبودن این اینستاگرام ارزش محسوب شود و الا فساد تو اینستاگرام بیشتر یا تو توییتر 100 درصد اینو من میفهمم تو میفهمی اینو نمیفهمن گرفتید ما رو یا تلگرام بذاری بعد باز فیلترش کنی بعد دو تا پوسته بذاری رو تلگرام بعد باز گوگل بزنه به پرونش اون دو تا تلگرام رو اینا بچه بازی اینا شاید بزنی بعد از مردم رو گول بزن ما رو که دیگه من خیلی چیزا رو نگردستم بحث مالی این وسط هم خواستید یه روز میگم باز میکنم تا عدد رقمایی بشنوید مختون سود بکشه که چ... کجاها اینترنت به اسم اینترنت به مردم فروخته شد تفاوتش خیلیه اینترنت اونی که به بیرون ارتباط داره اینترنت هم که توه اینی که این تو بود سفر در اون شهری به قیمت سفر بیرون شهری حساب شد فضا رو میاد چیکار میکنی؟ این شکلی میکنی خب دو قطبی میشه معلومه توجهات مردم گیج میشن بعد بنده خدا فرصت دادی تو تلگرام کسب و کار رو انداخته تو اینستاگرام کسب و کار رو انداخته الان بگی فیلتر اینا یعنی چی اون پسر و دختره که امکان ازدواج ندارن الان با خودشون میگن که خب یه خوردی میخوان ما رو سخت به اون بگیرن همین نیمچه آزادی رو از ما بگیرن منظورشون اینه اونی که کسب و کار رو انداخته میگه میخوان ما رو بدبخت کنن آقا جون سال 82 که به من و شما رو یارانه میدادن دلار 1080 تومن چقدر بود 44000 تومنش میشد نزدیک 42 دلار دو نه اینکه از 82 تا 98 یک قرون یارانه رو اضافه نکردن و الان یارانه 44000 تومانی ما یعنی 3 دلار تو چل دو تقسیم بره 42 دو شده سه اینا رو من دارم میبینم حالا هشتادش داشتم توضیح میدادم هشتادش فضا اینه اینا این شکلی هن. اینا میگن یا ما بردیم یا بازی خراب گفتم دیگه ببین انتخابات مجلس ششم هاشمی گفت تقلب شد برگزار کننده انتخابات کی بود خاتمی یعنی خاتمی تقلب کرده همین تاجزاده بذار کشور بود اشتباه نکنه همین آدم بود اگه تقلب کرده همین بابای تقلبه پد... فوق تخصص تقلب داره این آدم یه فیلمش از ازش تو زندان داره میگه بابا من خودم این کارم انتخاب برگزار کردم دیگه 11 میلیون تقلب که نمیشه کرد خب چرا میگید به مردم 80 شد لازم داریم بعدش مرای نیورده هاشی بعد انتخابات ریاست جمهوری میشه هاشمی میاد دور اول شرکت میکنه دور اول کروبی دور اول اول میشه کروبی رای نمیاره یعنی احمدی نجاد و هاشمی میرن دور دوم کی میگه تقلب شده کروبی برگزار کننده انتخابات کیه بازم خاتمی دور دوم بین هاشمی و 84 دیگه بین هاشمی و احمدی نجاد کی رئیس جمهور شد احمدی نژاد هاشمی گفت تقلب شده برگزار کننده انتخابات خاتمی خودشون بودن هشتاد و هشت احمدی نجاد و موسوی و کروبی که کروبی عملا کنار رقابت اصلی با احمدی نجاد و موسویه رئیس ستاد انتخاباتی کروبی خواست رأی بده کاغذشو باز کرد توش نوشته می رسن موسوی یعنی شکست عشقی خور کرده بی اصلا رئیس ستاد انتخاباتیش به موسوی رأی داد یعنی اصلا آدم حسابش نکرد چون اینا میگفتن گفتن بیاییم پشت یه نفر که دور دوم کشیده شه خب؟ احمدی با فاصله زیاد رئیس جمهور شد باز دوباره نفه همه اینا جمع شدن گفتن تقلب یعنی اینا هر دفعه رأی نیاوردن گفتن تقلب 92 آیا هاشمی 80 با میرسن موسوی اومد و همین کابینه همین کابینه فقط رئیسشون قرار بود میرسن باشه 92 میروسه نبود روحانی رو آورد گذاشت خودش هم گفت آقا روحانی تو 3 درصد بیشتر نبودی من حمایتت کردم اومده شده 50 و... بیش از 50 درصد راننده رو عوض کرد وگرنه همین نوبخ پشت سر میروسن وای میسا تو صدات انتخاباتی مشاور اقتصادیش بود همین آقای علی ربی مشاور عملیات روانی بهش میداد همین آخوندی همین سلطانی و همینا همین همین همینا 92 هاشمی با روحانی اومد این فرایور؟ هاشم اومد مسابقه گفت سالم ترین انتخابات کشور انجام شد <applause> به قرآن من نمیدنم خدای پیغمبری انصافی بابا اصلا دین هیچی بود دی... مردم رو چی فرض میکنید بابا اونا میدونن می مردم پنج سال بیشتر حافظ تاریخی نداره پنج سال چه دو سال دو سال پیش همین موقع بود عزیز دل من دیروز بود انتخابات دو سال پیش <applause> وعد و وعیده داده می شود. خب چی شد؟ آیا هاشمی نامنش به رهبری؟ گفتش که ممکت می ریزه به هم وزیر اطلاعات مسلحی اومد مسابقه کرد گفت این بعد بعد ممکت ریخ به هم گفت این آدم بینی نکرد حرفش رو درست کرد پتانسیل داشته مرد حسابی مدت ها خدمت شما عرض بکنم که مجلس دستش بوده مدت ها رئیس جمهور بوده کلی از این مسئولین رو این بار آورده تفکرشون هاشمی هن تو صدی از بالا بخشنامه کن پایین کار انجام نمیده کار رو میکنه منم همین چه دیخمه امریکا عجب اسرائیل عجب اینا یه شور انتخاباتی بیش از 80-84-5 درصد مشارکت که میتونست یه امنیت ابدی برای ما بیاره تقریبا اینجوری میشه ریخ به هم ببین یعنی دنبال برمانه بودن یه جایی یه کنج آقا اونجا اونو زدن آقا اونجا آی علم نه چنگه بابا این همه آدم کشته میشه تو رو قرآن من موافق شدن هیچ آدمی نیستم خب بی خود و بی جهت و فلان میرین یعنی به ناحق منظورمه خب یه خانم ندا آقا سلطان 6 ماه تا نه ماه خبر جز 4 تا پنج تا خبر اول دنیا بود قاشقچیشون بود باری کلا چرا چون یه فضا بود میخواست به عربستان چقدر آدم کشته تا الان چرا سر این بنا حساس بشه دیگه چه پالسی داشت فرستاده میشد بر مسئولین عربستانی که بابا من اراده کنم بدبختت میکنم تو دنیا با من را بیا کی داره از سعودی ها میخواد باج بگیره اسرائیل ترکیه است آمریکاست هر کدوم بر مبنای منافع خودشونن اینا باید فهمید دیگه این نبود که فکر کنید فقط این خاشق چه فقط توی ایران بود نه تو دنیا بحثش بود ندا آقا سلطان خب آخو اینا فهمیدن که عجب میشه مملکت رو به باد فنا داد خب هشتادش کیا آمدن وسط؟ بالا شهری ها عمدتا تهران و چند تا شهر بزرگ دیگه یه خود شیراز یه خود تبریز خود یه خود یه مثلا مشهد خیلی کم این شهر از تهران تهران هم شهر ریونورا خبری نیست خیلی چیزی نیست هفته تیر میدون و نک این, این فضا قیتریه نمیدونم اینجا بالا هشت ما طول کشید لاتا رو سر خط کرده بودن لات یعنی لاتایی که یه نمونه دیدید چند وقت پیش این بود ماجرا نمیخوابید تا رسید به ماجرا چی؟ آشورا به آشورا که رسید این لاتا هیچی رو قبول نداشته باشن آقا رو قبول دارن اما به امام حسین که نشید کشیدن عقب کشیدن عقب اینا خوردن زمین و این بچه سوسولا و بچه قرتی ها که دوان جن... مبارزه کف خیابونی نداشتن که اونا بودن بعد کاشه عمل ماد که همین بند خودی که بدن افتاد زندان همین مهدی هاشمی که چقدر پول میداده از کدوم شهر و لاتولوتا رو میابردن روزانه باشون حساب میکرده این منطقه رو بریز بهم هم این چیزی که تو رسانه مطرح من الان بخوام بگم دارم من خیلی اینا تجمی میکنم یه اینجا بفهمی فضا چه فضاییه بعض از همین لاتولوتا حیعت دارن ما میشنسیم تهران تمام بدن خالکوبی اصلا دستاش جمع نمیشه مثلا میره وای میسه میاندار حیعتش هم این هم موسیقی خط قرمزشونه وقتی این اتفاق افتاد گفتن آه اینا دیگه چی ما آخونده خوشمون نمیاد اما امام حسین دیگه هیچ بحثش برمیکن توی این فضا خب حالا خوب دقت بفرمایید چه اتفاق میفته گوش کنید حواستون جمع بشه شما جا میگه خب این پول داره بالا شهریا من باید بتونم این نارضایتی رو بکشونم به طبقات پایین از دو جهت گوش کنید یک معیشتی دو فرهنگی اجتماعی حالا همه حواسه رو اقتصاد و معیشتی کار فرنگی به شدت داره آمریکایی‌ها به شدت دارن فشار میان طریق سازمان ملل سرعت اینترنت رو برید بالا نمیدونم چی که کلیپاشون برسه که حرفاشون برسه من مخالف سرعت اینترنت بالا نیستم یا برداشت غلط نکنید دارم میگم که او به چه هدفی داره میگه من حرف او رو دارم و این اتفاق افتاد یعنی چی؟ یعنی گفتن اون سبک زندگی اون بالا شهری ها اون هشتاد و هشتیا رو انتقال بدید به کف جامعه طرز تفکرشون رو نگاهشون به زندگی رو بکشونید به اینجا توزه معیشت یک کاری کنی تو دولت احمدی نژاد از غذا زریب جینی ماد نشون میده که تو دولت احمدی نژاد فاصله بین دهک بالا پول داره و دهک پایین کم شده بود یعنی به طبقات پایین چیه؟ رسیدگی صورت گرفته شهرستان رو شروع کردن رسیدن کارخونه زدن ورزشگاه ازشگاه زدن جاده زدن تا اینکه دو سال همین دولت عمدن افتتا نمی کرد چون اگه افتتا کرد مردم گفتن که تو ساله که نمیتونسته بسازی مال دولت قبله شما نگاه کن مثلا دو میلیون هشتصد هزار تو خونه افتتا کرد نه چند تو خونه افتتا کردن تو این سال کار به جریسته که مثلا آی روحانی رو میبرن برای 300 واحد خونه افتتا اون میرفت یه پنج هزار واحد مثلا یه جا افتتا میکرد ده هزار واحد یه جا متوجه شدی چی میگم گفتن که باید چیکار کرد از اینا باید یه کاری کرد اینا رو زد این اصلا جامعه رعیه اینا مستضعفینن متوسط متوسط پایین راهکار چیه که من میتونم همه اینا رو یه جا با هم بزنم هیچ راهی نداره جز یه کار پایناوردن آوردن ارزش پول ملی یه کاری کنیم ریال بی ارزش بشه شبکه بانکی تحت سلطه اینا این کارو کرد یعنی نه دلار گرون شده نه گوشت گوسفند گرون شده نه پیاز گرون شده نه عدس گرون شده نه ماش گرون شده ریال بی شده چیزی که با اون میرفتی میخریدی بیارزه. بله تو دلار تو ارز تو فلزات گرانبها ها و تو زمین اول خودشون نشون میده چرا چون ایرانی همیشه به اینجا جهت سرمایه گذاری دارن یکی از دلایلشینه. یکی از دلایلش اون دلیل مهمیه شدیدن نقدینگی رو در بانک بردن بالا از 450 هزار میلیارد تون تحویل گرفتن رسوندن به الان 1900 هزار میلیارد شده 2000 هزار میلیارد 2000 هزار میلیارد چی 450 شده 2000 و این نقدینگی قول عظیم پول و شبه پول و نقدینگی اصلا به سمت تولید و ساخت سازی نرفت با 45 هزار میلیارد تومن مسکن مهر رو برده جلو با 45 هزار این هزار میلیارد رو برده بالا نه 45 1500 باور نکردنی آدم مخیلش سود میکشه به قرآن و این باعث شد چی بشه؟ یه سقوطی وقتی سقوط کرد کی ضرر کرد؟ اونی که ریال داشت اونی که غیر ریال داشت ضرر نمیکنه چون این که نیومده پایین سر جاشه ببین این گرون نشده این ارزون شده این اومده پایین این ریاله این همینجا مونده این چیه این خونه است این ماشینه این دلار این کوفت و زهر ماریه عدس و ماش و لپه و فلان این جور چیزا هر چی لپه لپه <تصفح> خب چند شب پیش جمعه رو افتاری دعوت کردن <تصفح> گوش کنید رفتیم اونجا و سفره رو انداختن دستشون هم درد نکنه و نشستیم و خب مشهد دیگه نه مشهدی ها گفتن نه ما مشهدی نیستیم نه کجای هستی چون ما اصالتا مال استان گیلانیم عزیز بزرگوار که ما دعوت آقا مال رشت بود خانمش مال رودبار بود بعد دیگه گفتش که این شامی رو می‌بینید این شامی رشتیه ما افطار با گفتم دست شما درد نکنه فلان گفتم چه جوریه مثلا چه فرقی داره با شامی؟ گو هیچی این مثل همون فلافله به جا نخود توش لپه استفاده میکنه <applause> اصلا این قفلی زده رو ما لپه این مشاده. آره بعد پسرشون هم شامی رو با چای شیرین خورد منم داشتم نگاه میکردم پنیر میزاش شامی میذاش سبزی میذاش با چای شیرین میخورد <applause> حالا ما تبه اونم شد بقیه هم بخوره نمیدونم خب داشتم پلپ په اینا همه میره با به این چی این مونده حواستون جمع کنید جمع کنید جمع کنید این مونده بالا اینا اومده چی؟ پایین حالا نگاه کن کی از اینا داشت کی از اینا داشت اونایی که از اینا داشتن سود کردن اونایی که از اینا داشتن چی؟ ضرر کردن و اونا که خبر داشتن اینا ریال ها رو زودتر رد کردن یعنی چی؟ یعنی ریال از بانک ها وام گرفتن رفتن باش تلا خریدن یه های اونا رفت ریال اومد پایین موقع پس دادن ارزون داشتن پس می دادن. این رانت اطلاعاتی توسط چی صورت گرفته بود کل این وسط مایه به جیب زدن حالا اینجا رو دقیق بفرمایید حالا کیا ریال داشتن کارگر کارمند حقوقش اینکه چیزی جز اینا نداره که هیچ آدم عاقلی مثلا میاد مثلا چیکار کنه مثلا چه میدونم یه میلیارد بگم تو بالشش نگه داره این یه میلیارد یا میره زمین میخره یا طلا میخره یه چیز باش میگم ماشین میخره درست شد یا میبره تو بانک چیکار میکنه سپرده گذاری کنه سوال وقتی تو بانک سپرده گذاری کرده باشه یه میلیارد من ارزش ریال بیارم پایین من بانک چیکار کردم سود کردم شبکه بانکی اجده های هفت سر توی مملکت ما اما مرد بر این منتا اینا چی سری تا دیدن داره قیمت ها میاد با این شروع کردن خریدن خونه دلار دیچ وضع سکه و چه وضعی بود اینو بگیر اونو بگیر آقا که حق خرید و فروش دلار نداره یعنی چی آخه برم بخرن نه امنیتی دو یه دلاری میگرفت دستت میگرفتنت این چه فضایی به وجود آوردن؟ امنیتی ترین فضاها رو به وجود آوردن تو توضع اقتصاد کسایی که دم می زدن که اقتصاد رو رها کنید فلان میشه و به همان میشه و این حرف ها حالا چی شده؟ این بنده خدایی که گوش کن دو میلیون حقوق میگرفت و دو میلیون حقوقی بود که بعد هم نبود بر قشر خودمون دارم میگم اون موقع یه دو میلیون شد قد هفت هزار تومن قد 500 هزار تومن حالا بد شد حالا این آدم هر روز باید بری تو صفحه گوشت از صفح گوشت رو صفحه مرغ صفحه پیاز صفحه فلان تو سالوز چل سالگی انقلاب صفح گوشت درست کن اینه که کنار هم میچینی خیلی اتفاقی اینا همشه درست شد و مردم اندفعه بگن آها اینا رو داخل بریزیم به هم و اونی که به خاطر یه تحریم و یه هشتاده هشت هسته ای اومد گذاشت وسط اگه به جای تهران همه شهر رو بریزه به هم چی؟ همه چیش رو میره هدف اینه و این آنچه که ما داریم میبینیم تو این مسیر داره همینجوری پیش میره ای hey, آقا بسم الله شما اومدیم پاسپورت رو ارزش من کنیم که نکردیم یه کاری کنیم مردم به این یارانهی ای که میگیرن اصلا چی نیازی نداره اینو کردیم نیازی نداره الان یارانه به سه کیلو پیاز باش بخرید اون چونان خب سایه جنگ برداریم که دمت دیگه ناف فرستاده با دیگه چیکار بکنه ها عربا رو انداخته به جونمون ببین اه. اه. مردم مردم تا نفهمن همینه هیچ مردمی که بشه گولشون بزنی بگه آی ملول و خورخوره و فلانه آ چی میگفتن میگفتن رقبا اینا کی بود یه قالیبا بود یا رئیسی رقیب دیگه, دیگه نداشت مثلا میرسلیم که رقیب محسوب نمیشد هاشمی تبا که خودشون بود اومده بود وقت اضافه بگیره که اونا بتونه حرف بزنن خیلی زشته معاون اول اومده بود وایستاده بود خودش شرکت کرده بود تو انتخابات مردم ایران یادتان هست که فقط وقت ببره از اولم گفت من نمیرم کنار خب معلومه تو از اول میری کنار دروغه حالا کاری ندارم آقا مرغبای ما قولن شاخ دارن دم دارن آدم میخورن چیا گفتن درست شد اول که محکم رو باف می زدن محکم چون می میگفتن رقیب اصل ما کیه قالیبافه باف. بعد که قالیباف به نفر رئیسی رفت کنار این شیفت کرد به صورت ویژه چی روی رئیس آقا بیاد اعدام میکنه یه اساس فکر میکنه یعنی چی اعدام میکنه شهر هرت یکی بگیره اعدام کنی همینجوری مال قاچاقچیشو میگیریم نمیتونیم اعدام کنیم بعد طرز انقدر فشار میره مجمع های جهانی بهمون جاسوسش گرفتن 10 سال براش میبرن اون هم کلی میاد پول میدم فلان کنم میگه همیشه شهر هرت آ میان خونه ها رو دیوار میکشن که این همه خیابون میشه دیوار کشید یعنی چی فضا آره نگاه کن این فضا رو خب بابا او اگه میخواست اعدام کنه یه مثلا هزار تا بکشه شما که گشنگی آوردی که همه رو داری میکشی که همه داری از گشنگی میکشی این فضا اگه شما امروز میبینی که آمریکایا تحلیل دارن از درون بعد اینجا تمام تخم مرغا رو آقایون گذاشتن تو سبد دموکرات ببین این اینکه یه نفر بیاد خارجی باشه مثلا عراق میخواد با ما مذاکره کنه افغانستان میخواد با ما مذاکره کنه لبنان میخواد با ما مذاکره کنه بیاد بگه الان روحانی سر کاره من کلا برم با اصلاح طلبا ببندم درست شد بعد خودتو خب تو چجوری میخوام مرد حسابیم قوه قضاییه دست اصلاح طلبان نیست جریان نظامی اینطوری نیست اینا تاثیر میتونن داشته باشن تو اینا رو ببینی اینا آمدن چیکار کردن همه رو آوردن چیدن توی سبد دموکرادا, دموکرادا و با یه با تناب کری رفتن تو چاه بعد حالا ترامپ اومده بود سر کار ترامپی که فقط میخواد به مردم آمریکا ثابت کنه که چهار سال بعد رأی بیاره که آقا دیدید من بهترم به درد مردم ایران میخورم مردم آمریکا میخورم شعار مردمی میداد دیگه تو یادتون بشه رهبری سخنرانی کرد گفتش که مردم آمریکا کسی داره انتخاب میکنن که به حرف مردمو داره میزنه حرف مردمش میزنه گفت من بیکاری میام زیر 4 درصد آورد گفت دیوار میسازم بینه هر حرفی زده انجام داده بنده خدا خیلی راست <تصفح> همه به بعداش عمل کرده گفت تو این فضا من میام جلو علم میکنم و... خب آقا وزیر امور خارجه ما نشسته ره بره توییت میزنه علیه ترامپ ای باز رئیس شمهوره منم نه وزیر امور خارجه داره میزنه یه بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار تو داره تحریک میکنی که اصلا به ما بجنگه ترامپ سخنرانی که چند وقت پیش تحجیب آقا شما چرا هنو با جان کری ارتباط دارید؟ او چیکار چی کاره است؟ مثلا فکر کن الان ما یک کشور خارجی با کشور ما مثلا بیاد بره با متکی وزیر امور خارجه قبلی ارتباط برقرار کنه اون چیکار داره بابا گفت چیکار داری خب بیا شما رو به خودم زنگ بزن <تص disadvantage> <iß massively> اخباری بخش کردن و گفتن در پاریس با یه مقام با یک طرف از سمت ایران جلسه داشته جانکری توی هتل آمریکایی عکسشون اومده بیرون اخبارش پخش شد اخباری پخش شد که داماد جانکری تو پروژه های نفتی ایران حاضر شده بوده یعنی تو بری ببین یک بخش از یک کشور یک جریان سیاسی از داخل ایران بری با یه جریان سیاسی چی تو داخل آمریکا نه با همه آمریکا تو باید کل حاکمیت آمریکا رو ببینیم مگه میتونی جمهوری خواهر خا... رو حذف کنی چه این نیستش رفتم این شده اوضاع ما از غذا ما با برگه ترامپ بازی کنیم بگیم تو حرف مردم تو میزنی قول میدی دیگه فوزوری نکنی واقعا مثل اوباما نیستی میخوای منطقه رو خالی کنی بری داری فوش میدی به اوباما میگه اوباما چرا انقدر خرج نظامی کرده میخوای جمع کنی بری خدا پدرت تو بیامرز کمکت میکنه گروه پدرت برو والا گورو پدر تو هرچی دموکراته ما امنیتی کشور خودمون خب باشو برو یا دقیقا عکس این عمل کردیم آقای ظریف میشه اسپام شد یه توییت سیخ میزد بین چیز ترام خب حالا سب کنم کی رفت داشت تحریک کننده بوده بس آمریکا فهم باید داشته باشیم با این راهکار چی آقا جون راهکار تو حوزه اقتصادی حذف دلار بین ما و کشوره که دلار زیاد است ما 80 درصد اقتصادمون فقط با 4 5 تا کشوره چی این روسیه ترکیه اینا جالبه عموم اینا میخوان دلار بذارن کنار خب گوش کنیم دو به گردش در آوردن پول داخل کشور شما همین الان دید سر ماجر آقلا و سیل لورستان و خوزستان ستاد اجرایی حضرت امام زیر نظر دفتر رهبریه اومد تعهد کرد که 20 هزار تا اسباب وسایل خونه بید. یعنی 20 هزار تا یخچال 20 هزار تا گاز 20 هزار تا این چیزی که لازمه یه کارخونه یخچال سازی داشتیم ما تو لرستان تعطیل شده بود اینا رفتن باش قرارداد بستن گفتم توی تویی که تعطیل شدی ما 20 هزار تا یخچال میخوایم، کارخونه دوباره راه افتاد بابا شما جمعیت 80 85 میلیون خود ما رو نمی‌بینید خیلی جمعیت بزرگیه کل این کشور عربی دور بر ما جمع بکنه همشون با هم جمعیت ما نه جغله مغلن جمعیتی ندارن پر جمعیتاشون عربستان و عراق و یمن اون هم چیزی نیست واقعا شاید جمع شاید اصلا یکی بشیم ما خب ما کل اینجا چیز داریم خودمون سامسون گرفته کل مملکتو شما می اومدی چی کار میکردی به مردم توی دولت از همون بانکای های در سوخته که دارن بیچاره میکنن مردمو بانک عامل قرار میده یکی تو حوزه مسکن مسکن مهر بد بود بیاد مسکن امیدتون رو را بندازید 70 متری داد شما 150 متری بدید آپارتمانی داد شما ویلایی بدید بر پدر و مادر کسی بدش اومد لعنه کی بدش میاد من مستجر از خودم بیام یه خونه ویلایی بخرم بچه هم بود دوان تو حیات کف کنه درست شد بیاد را بندازید گفتم بیایی چیکار کنید مسکن را بندازید خود رو بسم الله وام بدید خود داخلی به شرطی که بخره بیاید وام بدید وام جهیزیه بدید هر زوج میخواد ازدواج کنه 100 هزار 100 میلیون تومان شما بدید به هر زوجی نفر 5 میلیون بدید خب این با این 600 هزار تا ازدواجی که ما داریم میشه 60 هزار میلیارد تومان سالی معوقات بانکی چند نفرتون 100 هزار میلیارد تومانه روزی هزار میلیارد تومان داری تولید نقدینگی میکنی پول شست روزه که قرار پس بگیری تازه اون پولو به اونا نمیدی که پولو مشروط بهشون میدی میگه وام جایزه میدم به شرطی که بری جایزه ایرانی بخری نمیخوای بخری نگیر سی میلیونشو خریدی قربون شکلت سی میلیونشو بس بده بعد این کسی که میخواد بره گاز بخره، اتو بخره، یخچال بخره، تلویزیون بخره، کوب زهرمار بالا پایین بخره، این از کجا میخره؟ از همین کارخونه این مملکت. این تولیدش میره بالا. برای که تولیدش بره بالا بعد نیروی کار ماده اولیه اینا بیاد. خب اون کی اون کارمند همین دو ماده است. کارگر همین دو ماده است. پول در داخل به گردش بیاره. سه نظارت جدی بر شبکه بانکی که نتونن دور بزنن. اینا اومدن دارن پدر سوخته بازی در میارن. سودای آنچنانی میدن، پولا رو جمع میکنن. باهاش کاره عجیب قریب میکنه ببین بانک ها الان دارن چه ها رو دیدی چه سیستمی رو انداختن مال هر جا هست باید جمع بشه از سپا گرفته که اومده تو این زمین ها باید جمع بشه تو مشکل مملکت ما امروز اینه که مثلا مال و اینجور چیزا ندارن شما میدونید هر کدوم از این مال ها زده میشه چند تا مغازه بسته میشه کنارش چون این مغازه هیچ وقت نمیتونه اون رقابت بکنه او برنج بخواد سفارش بده اصلا میره برنج میره زمین میخره تو شمال برنج میکاره میره پیشخرید میکنه تو یه واند میخوای برنج برداری بیاری هزینه سرشکن بار روی واند چقدر میشه برای کسی که یهوی مثلا دو هزار تون میره برنج میخره برای یک شهر یا میخواد یه بخشی رو میخواد پخش کنه معلومه سرشکن میشه معلومه وقتی تو سنگین میخری به تخفیف زیاد میدن بله این هایپر استارا ها و مال ها و امثال اون وقتی شکل بگیره کنارش تمام این مقام همه چی هم داره همه چی هم داره درسته تمام اینا شروع می‌کنن چی تعطیل شدن تعطیل شدن تعطیل شدن این برای اون جوامع اروپایی که دیگه اشباع شده تو بحث بیکاری و این جور چیزا داره این کارا رو انجام میده خب شما نگاه کن بانکای مواد به با پولشون سمتین این شبکه بانکی کی باید نظارت کنه بانک مرکزی وزارت امور اقتصاد دارایی هر جفتش زیر نظر دولت هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره وقتی قوه قضاییه ما توی هر پرونده وارد میشه ماجرا سیاسی میشه دیگه چیکار کنه هر کیو میگیره نه سیاسی گرفت هر کی اعدام بکنه نه این اصلیه نبود هر جا میخواد واردش ماجرا سیاسی میکنه این راهکار ماست و ما بعد آدمیزاد انتخاب کنیم این دوره بر مجلس خدا وکیلی. یعنی این دفعه دیگه من جا خدا, من جا خدا باشم میزنم دیگه میگم بابا اینا دیگه خیلی شوتن والا به این نیست خدا دیگه با قهرش برسه ما با چیکار چی من نمانده شوشم اینا رو به سلابه بکشن بیارم یعنی چیکار داره میکنی اینقدر خوشکل ما ماتسا داریم و رفته خونش رئیس بانک مرکزی رفته کنار رئیس جمهور حکم مشاور برش داده هر جای دیگه بودیم به هزار جا جواب جوا پس میداد تو چه بلایی سر ارزش پول ملی آوردی دلیلش چی بود به این سادگی ها نیستش که راحت بره خونتون ارزش پول ملی برای بانک مرکزی هر کشور یعنی ناموس این رئیس جدید بانک مرکزی بود ناموس کشور ناموس اون بانک مرکزیه وقتی ارزش پول ملی میاد پایین یعنی از تمام یه ملت شما چاپیدی تمام یه ملت شب میخوابن صبح بلند میشن اون ده هزار که تجیبشونه دیگه قد ده هزار تومن نمیارزه یعنی خیلی حرفه‌ای و خوشگل شبونه بدون که دست رو جیبشون هم کنی یعنی جادوگرا خون انگار تو این اسکناس ها رو مکیدی منطقه مردم اینا حالیشون نمیشه که مردم که ده تومنی هم دو میخواید الان بریم چیکار کنیم آقا میگه بنزین هزار تومن جای دیگه ده هزار تومن چیکار کنیم اینا قداره قاچاق قا میشه راست میگه داره قاچاق میشه چیکار کنیم بیام کارت سوخت رو بنزین شما که میگفتی کارت سوخت رو برداشت که کلی هزینه دادیم برای راه انداختنش دوباره از بین بردن کلی آدم ماشین خریدن جدیدن که کارت سوخت اصلا نداره رو چه خاکی سرشون باید بکنن بعد بسم الله آوردی سهمیه بندی کردی 50 60 لیتر گذاشتی 1000 تومن بقیه 4 5000 تومن چرا این کارو بکنی شما به هر ایرانی بنزین بده داشته چی میگم؟ هر ایرانی بگو مثلا هر ایرانی تو مثلا چون دو تا سه تا بچه داری یا خانواده چهار نفره بگو مایی پنجا لیتر هر کدوم سهمی بنزین, بنزین اینا میشه لیتر درست شد؟ دوست داشت بفروشه دوست نداشت چیکار کنه؟ بعد قیمتشو بر بالا که اگه دوست داشت با قیمت بالاتر بتونه تو بازار چیکار کنه؟ بفروشش حالا 200 همینجوری گفتم چه بسو بیشتر هر ایرانی مثلا 100 دیدیم بعد محاسبات بشه تولیدمون نگاه کنیم چقدر و فلان یه بازاری درست کن یه اپلیکیشن درست کن که اینا بتونن رو خرید و فروش کنن رقابت کنن یه روز بشه 4 و 500 یه روز بشه 5 تومن هر کی هر چقدر خواست مال خودشه هیا بیاری عرضه اصلا نکته دیگه هم ماجرای ارز دو نرخی و سنرخی و پنج نرخی و ده نرخی و چرت اینا باید جمع بشه ارز چند نرخی یعنی فساد 900 میلیون دلار زمان گذشت وقتی تموم شد جمعش کنم 900 میلیون دلار ما پول دادیم گوشت گوسفند وارد کردیم دی ارز 4200 دادیم چه تاثیر گذاشت بازار گوشت هیچ 900 میلیون دلار تو جیب کی رفت بله میبر کالای اساسی قرار میدیم کالا رو خود کن یارانه رو بده مردم تو اوضاع جنگ اقتصادی الان لازمه یه سری الان این نکته خیلی مهمی الان همون طبقه متوسط و متوسط به پایینی که هدف سهیونیست آمریکا اسرائیل برای زدنش دقیقاً باید تأمین بشن اینا متوجه یعنی بهشون چی؟ پول نده بهشون خود این پول تورم درست میکنه چی بهشون بده؟ کالا جنس اقلام پول مشروط پول میدم که باش اینو بخری یعنی پولو به گردش در بیار اینطور کارت خرید بده اینا الان راه کار آقا این با اصل 44 خصوصی سازی فلان با جنگ ما اصل جنگ اقتصادی مالتون خوش مردم بیچاره دارن میشن یه جعبه خورما نمیتونه بخره برای ما رمزون من به شما گفتم قبلا هم گفتم این اول تو فلزات گرانبها خود رو زمین اینا نشون داد بعد اینجوری اومده بالا بعد همه همینجوری میاد بالا نه همش همینه چون چیزی گرون نشده ریال ارزون شد نم سر نمیشه مردمیه که عقلشون رو بدن دست <applause> کسانی که دردی بابت جامعه نداشتن دردی برای جامعه نداشت <applause> نه دیگه من یک ساعت من تماشا پندقم گذاشته تحجیل افراد جامعه هم سلواتی